با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه هستیم. مهسا، این مهلت به چه معناست؟ فریبا، همونطور که خودت گفتی، چهار کشور درگیر اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس شکایت خودشون رو بر اساس معاهده 1971 مونترال به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارائه کردن. این دادگاه در واقع تابستان سال گذشته به درخواست این چهار کشور این پرونده رو پذیرفت و بعد از اون مهلتی داد تا بتونن مدارکشون رو تعمیم بکنن و این مدارک رو تسلیم بکنن که امروز این اتفاق افتاده. معاهده 1971 مونترال در واقع نشون میده که کشورها باید در تأمین امنیت سرنشینان پرواز غیر نظامی سهل‌انگاری نکنن و حالا جمهوری اسلامی در واقع از طرف این چهار کشور متهم به این شده که این سهل‌انگاری را انجام داده و در نهایت 176 مسافر به علاوه یک جنین در این پرواز جان خودشون را از دست دادن. البته باید یک نگاهی داشته باشیم به روند رسیدن این پرونده به اینجا. در تاریخ 6 ژانویه 2022، یعنی دو روز مانده به دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752، این گروه که به نام گروه پاسخگویی در واقع نامگذاری شدن، متشکل از همین چهار کشور، به این نتیجه رسیدن که با مذاکره با جمهوری اسلامی به نتیجه‌ای نخواهند رسید. بعد از اون در 28 دسامبر همون سال، یعنی حدود 11 ماه بعد، از جمهوری اسلامی خواستن تا مدارک خودشون رو مبنی بر این که بر اساس معاهده سال 1971 مونترال عملکرد مناسبی داشته ارائه بکنه که این اتفاق هم نیفتاد. در تاریخ 4 جولای، یعنی تابستان سال گذشته، این چهار کشور این پرونده رو به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه بردن. بعد از اون دوم و سوم اکتبر سال گذشته، یعنی یک سال و حدوداً 10 روز گذشته، ملاقاتی انجام شد بین نماینده جمهوری اسلامی و چهار کشور درگیر که بتونن به نتیجه برسن که باز همین اتفاق نیفتاد و در نهایت در تاریخ 16 اکتبر سال گذشته مهلت یک ساله تعیین شد تا این چهار کشور درگیر بتونن مدارک خودشون رو تعمیم بکنن و ارائه بکنن که این اتفاق افتاد و حالا امروز این مدارک به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارائه شد. اما بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک سال جمهوری اسلامی زمان داره تا بتونه ثابت بکنه که بر اساس معاهده 1971 مونترال اقدامات لازم برای تامین امنیت جان سرنشینان پرواز PS752 رو انجام داده. اما اگر نخواد این کار رو بکنه، ظرف مدت 3 ماه باید برای صلاحیت این دادگاه شکایتی تنظیم بکنه. اگر این کار رو بکنه، روند این پرونده طولانی خواهد شد. به جای اینکه منتظر این باشیم که در سال آینده جمهوری اسلامی پاسخگو باشه در این پرونده، باید منتظر بررسی صلاحیت دادگاه، یعنی در واقع دیوان بین المللی دادگستری در لاهه باشیم که توسط جمهوری اسلامی آیا پذیرفته خواهد شد یا خیر. فریبا، متشکرم از تو مهسا. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما